سلام به همه عزیزانم که در این ساعت با جلسه مجازی خواهران همراه شدیم و با هم میخوایم در کلام خدا عمیق بشیم کلامی رو که امروز در نظر گرفتم با شما میون بگذارم در ابرانیان باب 6 آیه 13 هستش و اسم پیام ما امروز لنگر جان ما امید هست میخوام از ابرانیان باب 6 آیه 13 برای شما بخونم هنگامی که خدا به ابراهیم وعده داد چون بزرگتری از خودش نبود که به او سوگند خورد پس به خود سوگند خورد و فرمود به یقین تو را برکت خواهم داد و تو را کثیر خواهم ساخت و به گونه ابراهیم پس از آن که با شکیبایی انتظار کشید وعده را یافت خیلی برای من این قسمت زیبا بود که خدا اینجا داره انگار که صد درصد رو به طور یقین میخواد صحبت خودش رو صد درصد بکنه و تاکیدش رو اینجا داره نشون میده و همطور که نوشته از خودش بالاتری نبود داره به نام خودش خدا بالاتر وجود نداره نه نمیتونه روی تا مقدس دست بذاره و قسم بخوره برای همینه که به خودش قسم میخوره و این تایید او رو داره نشون میده و وعده ای رو به خدا میده و خدا داره به ابراهیم میده که به تو برکت میدم و تو رو کثیر میکنم میدونید در زبان ریاضی تکثیر خیلی بیشتر و سریعتر از جمعه نه خدا اینجا میتونست به ما یا به ابراهیم بگه که من دونه دونه به تو اضافه میکنم ولی اون چیزی که داره اینجا وعده میده به خدا میگه تو رو تکثیر می کنم. چند چندین برابر میکنم الان خدا همین وعده رو میتونه به من و شما بده نه به شما میتونه بگه که من شما رو برکت میدم و شما رو تکثیر میکنم ما وارثین ابراهیم هستیم پس این کلام برای ما همون همونقدر معتبره که برای ابراهیم بود و ما میبینیم که ابراهیم اینجا نوشته که با شکیبایی انتظار کشیده وعده رو یافت با شکیبایی انتظار کشید یعنی من باید این رو هزار بار با خودم میگفتم تا مغز من بتونه بفهمه چطور آدم میتونه این همه سال با شکیبایی انتظار بکشه واقعا ازتون میخوام الان هر جا که هستین واقعا به خودتون تکرار کنین با شکیبایی منتظر شدن با شکیبایی منتظر شدن و ما کلام خدا رو و وعده هایی که او به ما داده اگر فقط با ایمان میتونستیم به دست بیاریم دیگه احتیاج بس به به صبر نبود نه ولی ما میبینیم که تو زندگی خودمون این صبر کردن و انتظار کشیدن واقعا متعلق انگار به زندگی ما هست یه جوری یه جوری انگار که ما ازش نمیتونیم فرار بکنیم پس بیایم با صبر کردن و شکیبایی داشتن در این صبر کردن زندگی خودمون رو آسونتر کنیم و سخت نکنیم برای اینکه نمیتونیم انتظار بکشیم ما در یک سفر روحانی هستیم یک سفری که فقط هم نمیتونیم با یه صبر خشک و خالی به انجامش برسونیم یک صبری باید داشته باشیم که اشتیاقی توش باشه و نه اینکه فقط تحمل بکنیم بلکه صبر با شکیبایی نشانی از یک اشتیاق میده و منتظر دریافت میشیم و منتظر دریافت وعده میشیم در واقع من شاید خیلی از ش... من اینطوری هستم به هر حال شاید شما هم اینطوری باشین خی... تو زندگیم خیلی وقتا شده که فکر کردم که ای کاش ده سال پیش بود 15 سال پیش بود و من این تجربیات و آگاهی که الان دارم داشتم اون وقت میدونستم چی کار کنم چقدر لحظات و چقدر زندگی حتی روحانی حتی زندگی خودم رو من از دست دادم برای اینکه اشتباه رفتم یا اشتباه فکر کردم یا نتونستم از زندگی حتی روحانی لذت ببرم من 17 سال طول کشید تا بتونم که این رو بفهمم و من اینو دارم به شما میگم که اجازه ندین که با بی صبری با بیحسلگی با اینکه اولین شکست رو دیدین دومین شکست رو دیدین یا در کم تجربه که هستین فوری امیدتون رو دست بدین و دل سرد بشین و بیاین این 17 سال رو کوتاه کنین تا اینکه مجبور نشین که آرزو کنین که یک کاش 17 سال دیگه میشد و من با این آگاهی و تجربه الانم میتونستم دوباره این ایام رو طی بکنم من چیزی که فهمیدم اینه که ما نمیتونیم دست خدا رو یه جوری با سرعت حرکت بدیم و یه خدا رو مجبور کنیم با اعمالمون با, با کارهایی که میکنیم ام 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 که او زودتر کار خوش رو بکنیم چون خدا زمان مناسب خودش رو میشناسه خدا زمان کامل عالی رو میتونه اونچه هم که ما آرزو داریم و دوست داریم ما میدونه ولی نمیذاره نمیذاره چون زمان ما به کمال نرسیده چون گاهی اوقات ما خودمون نمیدونیم چه آرزوهایی برای خودمون خوبه چون خدا بهتر از ما میدونه که چه چی چیزهایی بر ما چه آرزوهایی حتی بر ما اینو خواهن این همیشه میگن که چه آرزوهایی رو واقعا ما میتونیم برای خودمون بکنیم خدا خیلی بهتر از ما میدونه الان مثل زمان کرونا یا این زمان قرانتینهی که هستیم نه ما هیچ کدوم انتظار این زمان رو نداشتیم اصلا فکرش رو نمیتونستم بکنم که اصلا یه همچین اتفاق میتون بیفته اونم هم یه همچین چیز جهانی مثلا که تو نمیتونی حتی بری از شهرت خارج بشی نمیتونی حتی از گاه از خونت خارج بشی نمیتونی به دیدن خانواده, خانواده خودت بری حتی اون کسایی که ازت دورترم بری یعنی واقعا در فکر من نمیگنجید نمی اما خدا از قبل میدونست خیلی چیزا رو برای خیلی چیزا انگار که خیلی از ماها رو آماده کرده بود خواهرم الیزا هفته پیش خیلی زیبا به این نکته اشاره کرد که چقدر تو زندگی روزمرم و تو شلوغی همون آرزو می کردیم که کاش کارمون کمتم شد چاش خدمت کاش خدمت همون کمتم شد کاش فعالیت همون کمتم شد من میتونستم به این کارم برسم ولی میبینیم که خدا چطور اجازه میده که از اون شلوغی در بیایم و یک زمانی رو انگار که ما رو میبره. در سکوت که به ما این انتظار رو یاد بده شکیبایی رو یاد بده همطور که برای ابراهیم این زمان رو گذاشت ما میبینیم که چقدر طول کشید زمانی که خدا وعده رو داد به ابراهیم تا زمانی که این وعده در زندگی ابراهیم انجام شد و خدا اینو خوب میدونه که برای ما چه چیزی خوبه و چه چیزی بهتره ما گاهی فکر میکنیم اون چیزی که دوست داریم همون چیزیه که خدا از ما میخواد فقط زندگی روحانی ما با صبر و انتظار کشیدن انجام میشه صبر و انتظار و شکیبایی که با امیده نه اینکه فقط در موردش حرف بزنیم نه اینکه فقط بگیم که آره صبر میکنیم انتظار میکشیم و و نه فقط هم که همینطوری ما صبر بکنیم که مثلا منتظر بشیم که به هدفمون برسیم بلکه واقعا حقیقتا بدونیم که چی برای چی منتظر هستی گاه اوقات اصلا هدف مهم نیستش اون هدفی که ما میخوایم بهش برسیم در پیش رو داریم اصلا مهم نیست بلکه این راهی رو که در این رسیدن به این هدف داریم میریم اون خیلی مهمتر باید میشه یا باید باشه در زندگی همون. اینا بستگی داره به اینکه چطور ما داریم تو این سفر میریم اینجا ادامه میده از آیه 15 به بعد میگه در بدین گونه ابراهیم پس از آن که با شکیبایی انتظار کشید وعده را یافت و ادامه میده میگه که آدمیان به کسی بزرگتر از خود سوگند میخورند و سوگند سخن شخص را تضمین میکند و به همه بحث ها پایان میبخشد به همین سان چون خدا خواست تغییر ناپذیر بودن قصد خود را بر وارثان وعده ها هر چه آشکار سازد آن را با سوگند تضمین کرد تا به واسطه دو امر تغییر ناپذیر که ممکن نیست خدا درباره آنها دروغ بگوید ما از دلگرمی بسیار برخوردار شویم ما که گریخته ایم تا امید را که پیش روی ما قرار داده شده است به چنگ گیریم ببینین خدا چیزی رو که وعده میده صد درصد به در انجام میرسونه تنها چیزی که میتونه مانع بشه که ما به ورده های خود رو دست پیدا کنیم کم ایمانیه موقعی که اگر دل سرد بشیم و مطمئن نباشیم خدا وعده که داده آیا انجام میده و ما آیا اون رو ما دریافت میکنیم ولی یه چیز رو مطمئن باشیم که خدا هرگز دل سرد نمیشه خدا از وعده‌ای ای که داده بر نمیگرده ادامه میده اینجا میگه این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست امیدی که به مهراب درون حجاب راه میابد ما اکثرا با احساس خودمون میخوایم همش فکر کنیم یا تکیه کنیم من حس نمی کنم من حس کنم. اینجا نوشته که ایمان به منظره لنگری محکم و ایمان برای جان ماست پس اینجا ما میبینیم که داره به جان اشاره میکنه میدونین جان با روح متفاوته جان با بدنم متفاوته جان بخشی ما بین روح و بدن ما که اونجا شامل احساسات تفکرات و اراده ماست جان ما چیزی در مورد خدا به ما نمیتونه یاد بده ولی خیلی چیزا در مورد ما میتونه به ما بگه نه در مورد خودمون جان ما میگه ما چه احساسی میکنیم چه فکری میکنیم و چه تصمیم میگیریم اون چیزی در مورد خدا نمیگه کسی اگه میخواد به خدا برسه باید عمیقتر از تنها جون خودش فرو بره در واقع وارد روحش بشه تا اونجا بتونه به خدا برسه که الان در زمانی که فرصت بر ما پیش آمده چقدر میتونیم در این زمانهایی که خدا بر ما قرار داده که ما از ورای این جان خودمون بیرون بیایم و عمیقتر بشیم با روحمون به او متصل بشیم با او فرصتهای بیشتری رو بگذاریم تا بتونه ما رو ملاقات کنه تا اونجا ایمان ما تا اونجا امید ما محکمتر بشه فرصتی که ما میتونیم از اون بیابان جانمون انگار بیرون بیایم و با روح مسیح هم پرواز بشیم ما تو زندگی روزانه خودمون اجازه میدیم که خیلی چیزا از تفکر و احساسات ما سرچشمه بگیره نه و از گاه اوقات اتفاقی میفته خودمون محکوم میکنیم من فکر میکردم اینجوری میشه اینجوری نشد من خواستم این کار بکنم من قصد این کار رو داشتم من خیلی چیزها هر روز این از این اتفاق میفته که با خودم میگم اینو مثل همین امروز من روز سه شنبه که صحبت میکردیم قرار شد که من کلام خدا رو امروز با شما در میون بگذارم با یک اطمینانی و یک تعییدی در خودم در این زمانهای آخر من خیلی وقت گذاشتم برای کتاب دانیال و خیلی عمیق شدم کتاب زیادی در موردش خوندم به خصوص اطلاعات زیادی که از کتاب آلمانی تونستم بیرون بیارم اصلا مکاشفات بسیار زیبایی از این کتاب دریافت کردم که واقعا نمیدونم ایا اصلا در جایگاهی هستم که بخوام در موردشون صحبت بکنم یا نه ولی با یک اطمینانی با خواهرم که داشتم صحبت میکردم که قرار شد که من به جای ایشون امروز تعلیم بهتو بگیرم گفتم با اطمینان که بله من کلامی رو در دل دارم و خیلی راحت با اطمینان میخواستم بگم اینو اصلا تصمیم گرفته بودم فکر کردم حس کردم که این چیزیه که خدا میخواد فردای اون روز یعنی فقط گذاشته بودم که یک بار تمام مطالب رو جمع جور کنم تا بتونم یک تعلیم کوتاهی رو ازش بیرون بیارم یه صدای خدا رو شنیدم که دعا می کردم دیدم که خدا من گفت نه در مورد لنگر جان صحبت کن این چیزی بود که تقریبا بگم پارسال ماه یولی ما ماه آگوست بود خدا در این مورد با من صحبت کرد و واقعا تو این قسمت ها من عاشق عهد عتیقم و قایقی که در عهد عتیق تمام شخصیت هایی که اونجا اتفاق افتاد که در هایی که میتونم از اون بگیرم عاشق این هستم یعنی واقعا تصویری که خدا میده و چطور در روحانیت در عهد جدید ما رو باهاش رو به رو میکنه برای من خیلی لذت بخش عمیق شدن تو عهد عتیق اما خیلی جالبه که خدا به من گفتش نه دانیال رو کنار بگذار نه قصد من چیز دیگه ای بود اما خدا حرف دیگه ای زد و من اصلا نمیدونستم چی کار کنم اصلا اصلا این چیزهایی که نوشته بودم انقدر چک نویس بود چیزی بود که خدا با من صحبت میکرد من داشتم ازش عبور میکردم خدا به من گفت تو فقط ظاهری امید رو در من میگذاری اصلا این امیدی که تو در من داری منزله لنگر محکم و ایمن برای تو نیستش تو همش در حال تکان تکان اصلا من فکر نمیکردم که چطور من اینا رو جمع کنم اصلا چطور به یاد بیارم چیزایی که نوشتم چیزایی که خدا با من صحبت کرده اصلا به صورت یه کلام بتونه در بیاد واقعا نمیدونستم چی کار کنم فقط یک جا دیگه زمانی که مطمئن شدم صدای خداست و مطمئن شدم که خدا این رو از من میخواد واقعا به خدا گفتم که من دیگه نمیدونم من هیچ رو آماده نزدن نمیدونم تا این ساعت میتونم همه این رو آماده بکنم یا نه فقط وقتی که خوندم چک نویسام رو فقط به خدا گفتم من امیدم رو به تو وصل میکنم و این لنگر رو امیدم رو روی تو میندازم و تو باید به کمک من بیای و تو باید سخن بگی و تو باید صحبت بکنی و واقعا تا لحظه آخری که من این دکمه ضبط رو فشار دادم واقعا نمیتونستم با چی و چگونه باید شروع بکنم فقط امید دارم که او لنگر امید لنگر جان ماست و وقتی که با شهامت این قدم رو برداشتم او فعال شد و او سخن گفت و خودش دوباره از حساس این کلمات من رو بنا کرد بلند کرد و چقدر احساس کردم که داره تو این قسمت من رو جلو میبره و من خیلی وقتا توی این قسمت ها توی اینکه امید داشته باشم انتظار بکشم صبر داشته باشم برای خدا بیش از حد عجله دارم بیشتر از حد بیشتر از اون اندازه سریعتر از اون که مغز من بخواد کار بکنه زبان من بعضی کار میکنه و چه وقتهایی که با سرعت رفتم زمین خوردم فقط با همه این چیزها این رو بهتر از این میمونم که سر جام بمونم تکون نخورم مبادا اشتباهی از من سر بزنه سرد و مرده باشم حکایت داستان اون مرد فلجی که در باب پنج یوهن یا هشت سال در کنار اون حسد چه نشسته بود تا کسی رو به حرکت در بیاره من ترجیح میدم بیفتم تو اون آب و سرم بشکنه از اینکه سرد و مرده اونجور بمونم هرگز نمیتونم بفهمم که خدا با من در چی در پیش داره اگر که من امید داشته باشم بهش ولی سر جای خودم بایستم امید حرکت میخواد نه باید تو حرکت میکنی فقط محکم به او وصل باشی و وقتی که میتونم وقتی که بخوایم واقعا بدونیم اراده خدا چیه بفهمیم که خدا چی رو برای ما میخواد باید دعا بکنیم این صد درصد من شکی درش ندارم و میریم دعا میکنی و دعیفت هم میکنیم و دریافتم میکنیم ولی باید این چیزی رو که دریافت کردیم جرأت کنیم و امتحان کنیم و به کار بندازیمش و به همه این زندگیم خیلی وقتا اجازه ندادم که او منو هدایت کنه یا خیلی وقتا از خیلی از ماها اجازه ندادیم که او ما رو هدایت کنه قدم های خودمون رو برداشتیم درسته که شکست خوردم یا شما احیانا ولی یک چیز رو مطمئنم که او از کنار ما هرگز تکون, نخورده و او همیشه در کنار ما بوده اگر چه ما این رو نفهمیدیم چون بعد شکست خودمون رو میخوردیم و درس خودمون رو میگرفتیم همطور وقتی میخواستم همطور که گفتم کلام امروز رو بگم واقعا هیچ حسی نداشتم حس من حس کلاله کتاب نانیال بود ولی خدا اجازه نداد حس من منو هدایت بکنه و این کلامی که با شما حرف هنوزم هیچ حسی رو در من به وجود نیورده فقط من مطمئنم خدا با یک نفر کار داشت با, با یک نفر میخواد صحبت بکنه و اجازه داد تا این کلام برای او باشه و البته که من خودم دوباره با یادآوریش خیلی چیزها برای من یادآوری شده ما مطمئنم که خدا میخواست که او ام این امید خودش رو که لنگر جان ما هست به گوش افراد یا فرد خاصی برسونه و اینطور هدایت کرد ام امروز روز این کلمه ای شاددان و که خیلی میشنویم که همه تو خونه ها نشستیم تقریبا چهار هفته هستش که به قول معروف شاتدان شده همه جا در قرنطینه هستیم گاهی من خسته میشم خواهی زندگی خسته کنند ملالا بردن اما کلگاه میرفت گاهی اوقات یک هفته مسافرت یا نبود یا من برنامه های خاص خودم داشتم پنجشنبه ها تو کلیسا میرفتیم بعضی خود ملاقات میذاشتیم فعالیت های دیگه ای که داشتیم حاصله ای که داشتیم میدیدیم همدیگه رو من همه چی رو آماده میکردم برای اومدن عزیزان الان فقط پشت یک کامپیوتر میشینم فقط سر صورت خودم درست میکنم که لاغر توی این لایف خودمون توی این تو این چت خودمون ناجور دیده نشم فقط متوجه ما شدیم هممون که چطور خداوند این فرصت ها رو به ما داد که ام این ام زندگی ماجراجویانه ما یه جوری با صبر همراه باشه همطور که برای اینکه به اون هدف خودمون برسیم اونجا که ابراهیم صبر کرد فرده رو گرفت خیلی بد به رسید ما امسال خیلی برنامه ها داشتیم برنامه ای که حرکت کنیم برنامه ای که اصلا باید تو حرکت می بودیم اصلا برنامه بشین اصلا نبود من فقط همش فکر میکردم گفتم خدایا چطوری من باید به همه کارام برسم چطوری باید هم به خونه برسم یا به جای دیگه برسم و دیدم که چطور خدا ما رو آورد تو این زمان صبر تو این زمانی که آماده بکنه ما رو زمانی که همه چی برمیگرده به حالت خودش من مطمئن هستم که کرونا صدای فریاد خدا بود و بر اینکه همه چی رو برگردونه به اون انگار که به قول همین که گفتم شاددان کنه بیاره پایین و دوباره همه چی رو شروع بکنه بسیار از فرهنگ های زندگی ما عوض خواهد شد خیلی چیزا تو زندگی ما عوض خواهد شد وقتی ما برگردیم به جای خودمون از خیلی چیزا میتونیم استفاده کنیم از خیلی برنامه ها از خیلی وقت ها ما میتونیم بهتر استفاده کنیم که الان برنامه های لایف داریم الان میتونیم با همدیگه به صورت مجازی جمع بشیم توی گروه هایی که میخوایم تصمیم بگیریم برای تصمیم گیری باید را میافتادیم میرفتیم جمع میشدیم و خیلی چیزهای دیگه ما الان میتونیم اینها رو به صورت به صورت لایف چد یا لایف ستریم انجام بدیم و وقتمون رو استفاده کنیم برای چیزهای مفیدتر پس خیلی چیزها رو عوض کرد خدا اجازه داد ما در این انتظار بمونیم و این شکیبایی رو در ما به وجود میاره برای خیلی چیزها پس صبر کنیم الان ما همین دیروز منتظر بودیم چه اتفاقی میفته الان چه چیزی به ما اعلام میکنن میتونیم بریم میتونیم با هم جمع بشیم میتونیم ملاقات داشته باشیم نه همه منتظر بودیم که یه اتفاقی میفته ولی خدا باز گفت صبر کنین صبر کنین و خدا در زمان خودش کار خودش رو میکنه اگر ما لنگر جان خودمون رو امیر در او قرار داده باشیم و او ام ام وقتی ام میخواد کاری رو انجام بده در زمان خودش که به کمال رسیده انجام خواهد داد میدونیم الان خیلی راجع به این لنگر جان من خیلی صحبت کردم بیاین که کوتاه همچون که خواهن نه عزیز همیشه به ما یاد داده چطور تصویر سازی میکنیم تصور کنیم یه کشتی خیلی بزرگی از این کشتی که اقیانوس نوردن اینها در یه جایی میخوان بیستن همه این کشتی ها یک لنگری دارن این لنگر میفرستن به اعماق دریا وقتی که این لنگر میرسه اینو در واقع نگه میداره چه جوری نگه میداره آیا این کشتی های بزرگ تکون نمیخورن چرا تکون میخورن اینا به صورت میرن جلو ولی به یه جایی که میرسن چون این لنگر در اونجا افتاده و عمیق شده به جای محکمه برمیگرده دوباره سر جای خودش دوباره میره سمت چپ با دو امواج اونو میبرن دوباره برمیگرده سر جای خودش ما هم همینطور هستیم اگر که بتونیم به موقع نگاه کنیم برگردیم و با صبر به این لنگر امید بسته باشیم میتونیم هر چقدر که تکان تکان میخوریم دوباره برگردیم به اون جای اول خودمون هر چقدر که گاهی به این ور اون بر میشیم فقط لنگر ما اگه محکم در خدا باشه و اون چیزی که ما رو محکم در خدا میکنه اون چیزی رو که ما رو محکم نگه میداره اون اینه که هر روز بگیم خدایا اراده نه اراده من بلکه اراده تو بشه اینجا دیگه احساس ما افکار ما تصمیمات ما میره زیرا اراده خدا و اونجا محکم بسته میشیم و برمیگردیم دوباره سر جای خودمون و این لنگر جانهای ما دیگه یک کلامی برای ما نیستش که همینطوری داریم میگیم بلکه فهمیدیم که چرا و چگونه خدا برای چی این امید رو به منظره لنگر جان ما استفاده میکنه توی پیدایش باب پونزده آیه یک ما این رو میتونیم خیلی بهتر متوجه بشیم میگه که کلام خداوند در رویا به ابرام در رسیده گفت ای ابرام من من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود و اینجا خدا داره با اطمینان میگه ما اینجا میتونیم به جای ابراهیم یا ابرام اون موقع هنوز ابراهیم نشده بود میتونیم اسم خودمون رو بذاریم نه پس میگه که ای کلاله مترس من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود این وعده خداست اما همونطور که ما بهانه میاریم خدا یه کو پس این کاری که قرار بود بر من بکنی چی شد پس اونجا که من شکست خوردم تو کجا بودی چه سپر من بودی پاداش عظیم من چی بود این همه زحمت کشتم هیچ کس هم از من تشکر نکرد شروع میکنیم بهانه آوردن و جواب پس دادن ابراهیم هم, هم این کارو میکنه ای خداوند کار یهوه مرا چه خواهی داد زیرا که من بی فرزند ماندم و وارث خانم الازر دمشقی اینک مرا نستی ندادی پس خانزادم وارث من خواهد بود ابراهیم هم شروع کرد چونه زدن با خدا و نگاه میکنیم بینیم که خدا چی بره بهش میگه بهش میگه که ابراهیم بیرون بیا نه به سوی آسمان بنگر ستارگان رو بشمار اگر بتوانی آنها رو بشماری آنگاه به ابراهیم پرمود نسل تو را نیز چنین خواهم خب پس الان میبینیم که ابراهیم رو صدا کرد بیاد بیرون خدا میتونست به ابراهیم همونجا تو چادر خودش تو اون خیمه ای که بودش میتونست بگه که مثل ستارگان آسمان نسل تو رو زیاد خواهم کرد چه احتیاجی بود که بیارتش بیرون نه؟ ما اگه بمونیم توی اون چادرهای خودمون توی اون افکار و احساسات و تصمیمات خودمون نمیتونیم ببینیم نمیتونیم چشمون رو به سوی آسمون بالا کنیم تو مشکلاتی که اگه ابراهیم تو اون خیمه و چادر خودش میمون چه تو آینه نگاه میکرد به بدن پرجمورده سارا به بدن پرجمورده خودش نگاه میکرد اصلا چی میدید اگه ما همش تمرکزمون رو روی مشکلاتمون بذاریم چی میتونیم ببینیم هیچی نمیتونیم ببینیم آخرش هیچ امیدی نداریم هیچ فایده ای برام نداره همش فکر میکنیم که به جای اینکه استفاده کنیم مثلا از این فرصت هایی که خدا به ما میده و داریم آ تو خونن وای پول نداریم شوهرم بیکار شده من خودم شخصا انقدر برنامه داشتم من بیکار شدم حقوق نمیگیرم خیلی برنامه بر خودم چیده بودم من دیروز 20 سالگرد ازدواجم بود میخواستم یه مهمونی بگیرم 20 سالگرد دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه اما نتونستم بگیرم خیلی برنامه داشتم نه فقط این که وقتی که تو بیای بیرون و نگاه کنی اون چیزی که خدا میخواد نشون بده به تو اون رو ببینی و متمرکز مشکلات و موانعت نباشی اونجاست که میتونی با صبر و شکیبایی منتظر وعده باشی و مطمئن باشی وعده رو میگیری الان هر هفته عزیزان میان تو کلیسا زحمت میکشن هیچ کس اونجا متخصص نیست هیچ کس اونجا فیلم بردار و کامپیوتر فاخمن نبوده و نیستش همه عزیزان هر که دارن میان اونجا زحمت میکشن عزیزان ما پاستورای ما خانسترین عزیز پاستور آلبرت عزیز اینا واقعا میان زحمت میکشن اونجا خیلی سخت از اینکه که پشت اون ام دوربین ها وایسی تا اینکه بیای تو کلیسا و خدمت کنی چقدر آسون تر بود و وقتی من نگاه میکنم تو اون زمانی که ما باید تو کلیسا می بودیم اون زمانی که ما باید این وقتی رو به خدا تقدیم می کردیم می بودیم اونجا گاه اوقات می بینم که مثلا چقدر تعداد کمی میان بالا و نگاه می کنم و از خودم می پرسم کوشن این دیویس دیویس و پنجاه نفر از کلیسا درسته که بعدا امکان دارید که دوباره شما نگاه کنید اما ما تا چهار هفته پیش باید می مدیم و تو کلیسا می شستیم. و اون زمان ما زمان ثبت ما باید به خدا تقدیم می کردیم. فقط نمی کنیم فقط نکردیم سب نداریم به مشکلاتمون نگاه میکنیم آی تو خونه شلوغه آی حواس هم پرت میشه آی اینجوری آی اونجوری نمیایم با خودمون از اون چادر مشکلاتمون بیرون بیایم و چشممون رو با آسمون نگاه کنیم و اون ستارگان و اون چیزی که خدا میخواد به ما نشون بده اون جایی که لایف داره همه چی انجام میشه همونجا ببینیم خدا امروز میخواد به ما چی بگه و ام این واقعا چیزی بود که خیلی دارم میخواستش که واقعا بهتون بگم که واقعا بیاین و استفاده کنین از این موقعیتی که واقعا خدا در اختیار ما گذاشته این موقعیتی که به بهترین وجه میتونیم ازش استفاده کنیم در عین حالی که داریم انتظار میکشیم صبر میکنیم و با خدا عمیقتر میشیم اونجا امید ما لنگره امید ما عمیقتر در خدا شکل میگیره و اونجا محکم تر میشه توی باب رومیانی آخرین آیه که میخوام براتون بخونم تو باب چهار آیه 18 میگه که با اینکه هیچ جایی برای امید نبود ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد خیلی جالبه این کلمه نه اصلا نمیتونم تصور کنم در جایی که امید نبود یعنی کلام خدا میگه امید نبود ولی اون امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قوم های بسیار گردد چنان که به او گفته شده بود که نسل تو چنین خواهد بود نه او در ایمان خود سست نشد آنگاه که بر بدن مرده خیش نظر کرده زیرا حدود صد سال داشت برای همه سارا نیز مرده بود اما او به وعده خدا از بی ایمانی شک نکرد بلکه در ایمان استوار شده خدا را تجلیل نمود و این آرزو و خواست من از خدا برای همه ما اینه که از این زمان هایی که خدا به ما داده استفاده کنیم تا بتونیم با صبر و ایمان و در هیچ امیدی نبودن امیدمون رو رو او بذاریم این لنگر جانمون رو به او ببندیم و اجازه بدیم اراده او اراده ما بشه و اجازه بدیم که ایمان ما سست نشه به بدنهای مرده به اون به چیزهایی که در پیش داشتیم و نشد نگاه نکنیم بلکه منتظر باشیم و به خدا ایمان بیاریم به ورده او که او انجام خواهد داد و همه اینها برای جلال خدا باشه خدا شکر میکنم مرسی از شما که این وقت رو بر ما گذاشتین با هم دیگه به این کلام گوش دادین اگر که اجازه بدیم با هم کوتاه دعا کنیم و هفته خودمون رو در دست های رو بگذاریم توی این هفته ای که ایامی هستش که از قیام مسیح عبور کردیم و داریم نزدیک میشیم به صعود او و بعد به روز پنتیکاست باشه که خدا در این زمان ها ما رو عمیق‌تر در خودش جلو ببره خدا من تو رو شکر میکنم برای فیض عظیم تو برای محبت می تو برای کلام عالی تو خداوند را که ما رو زنده میکنه ما رو تازه میکنه اجازه میده در تو محکم استوار بمونیم پدر آسمانی دعا میکنم که ایمانی چنان با شکیبایی با انتظار به ما بدی سست نشیم خسته خاطر نشیم دل سرد نشیم از اینکه ها نیست از جمع شدن با هم دیگه ناامید نباشیم بلکه خودمون رو بیشتر به تو بچسبونیم این زمانی که تو برای ما گذاشتی به تو بیشتر بس بشیم باشه که این کلام تو در زندگی تک تک ما کار کن اگر این کلام تو بود خواست تو بود که گفته بشه پدر آسمانی دعا میکنم که امید تازه و یک ایمانی استوار در تک تک ما ایجاد کنه تو شکر میکنم و زمانمون رو به دست تو میسپارم در نام عیسی مسیح آمین شما رو به خدا میسپارم در دستای خداوند باشید